غذایی که قرار امروز با هم دیگه درست بکنیم فیله مغز داره. داخلش بیکن داره. خودش که فیله گوساله است. اگه گوشت دوست داشته باشی مطمئنا خیلی خوشتون میاد و این غذایی که الان امروز داریم درست میکنیم میتونه برای 3-4 نفر کاملا اندازه باشه. البته بستگی به اون 3-4 نفر هم خیلی داره. بریم ببینیم چطوری. مرحله اول فیله گوساله ای که از وسط باز شده رو میذاریم روی کاغذ روغنی. با قسمت صاف بیفتکو باید یه مقدار بکوبیمش تا آروم آروم باز بشه. خب دیگه من کوبیدمش تا جایی که اون سایز قبلی که دیدین تبدیل شد به این. اینو از وسط نصفش می‌کنم. بادمجونی که سرخ کردیم رو می‌ذاریم روی فیله. اینم بیکن که تو ایران ما اصطلاحاً بهش میگیم بیکن دیگه، چون از گوشت گوساله و چربی گوساله درست میشه ولی بیرون ایران از خوک درست میکنن. خب اینم که گذاشتیم اسفناج میتونیم بذاریم. بعدش نوبت پنیر گورگونزولاست که یه پنیر ایتالیایی خیلی خوشمزه است و حالا به پنیر کپکی و بلوچیز هم میشناسنش. موقع بستنش چیزی که باید خیلی رعایت بکنین اینه که کناره ها رو تا آخر اینجوری ببندین، بعدش دیگه میتونیم رولش کنیم. برای اینکه ببریم به سراغ مرحله پخت نیاز داره تا این درزش رو یه جوری ببندیم که باز نشه و بتونیم راحت بپزیمش و جابجاش بکنیم توی مایتابه. برای این کار از یه نخ استفاده میکنیم برای بستنش که اگه ببندیم و این نخ هم نازک نباشه روغن به خودش جذب میکنه و اصلا نمیسوزه، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. روغن رو میذاریم داغ میشه و بعدش دیگه گوشتی که درست کردیم میذاریم داخل روغن. دیگه الان تقریبا همه اطرافشو من چرخوندم، ببینید رنگش عوض شده و لازم نیست تو این مرحله بپزه. تو این مرحله فقط در همین حد که رنگش تغییر بکنه کافیه. کاری که دیگه باید الان بکنیم اینه که بریم سراغ مرحله پختش. مرحله پخت فیله که درست کردیم این شکلی هم شد و دیگه درش آوردیم از توی مایتاب. یه مقدار اول سیر رو تفتیدیم داخل روغن، یه مقدار هویج، یه مقدار پیاز و این هم که ریحون خرد شده. زمانی که عطر سبزیجات در اومد که دیگه نهایتاً 3-4 دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه، گوجه‌هایی که پوره کردیم و دست به غذاساز رو اضافه می‌کنیم. وقتی که شروع کرد اینجوری به قور زدن دیگه وقتشه بهش نمک رو اضافه بکنیم و فلفل سیاه. یه از اطراف سس رو می‌ریزیم روی فیله. بعدش دیگه در مایتابه رو می‌ذاریم که آروم آروم بپزه. نیم ساعت براش کافیه چون گوشت فیله خیلی لطیف و زود می‌پزه. دیگه آماده شدن و از توی سس درش میاد. فیله مغزه که قرار بود درست کنیم، یه لایه بادمجون و بیکن و اسفناج و پنیر گورگونزولا.